ببینید، من شخصا معتقدم که هر کس هر جوری میخواد میتونه لباس بپوشه. یعنی ايوه دولت، نظام سیاسی، ارکانهای متفاوت دولت حق ندارن دخالت بکنن در این زمینه. هر کسی هر جوری میخواد میتونه لباس بپوشه. اگر کسی میخواد برقه بذاره، چادر سیاه بذاره، چه میدونم با چادر بره توی آب شنا بکنه، حق اون شخصه. همچنان که اگر کسی بخواد با بیکینی بره تو آب، البته من بیکینی رو به بورکینی ترجیح میدم، ولی در شرایط الان از یک سال پیش و اینها شرایط ویژه‌ای در فرانسه وجود اومده. اولا یه سلسله عملیات تروریستی داشتیم که با شارلی ابدو شروع شد و ادامه پیدا کرد در پاریس و آخرینش هم در نیس بود روز 14 ژوئیه، یعنی روز ملی فرانسه، و مثلا صدماتی هم به صنعت گردشگری و توریسم زده. مثلا 20% در ایام تعطیلات در این تابستان از پروازها به مقصد پاریس کم شده. 20% از پروازها به مقصد پاریس کم شدن، اون هم در فصل توریسم، خیلیه. میدونید چون از جی دی پی فرانسه، تولید ناخالص داخلی فرانسه، 7%ش از راه جهانگردی و توریسم تامین میشه. معادل کل جمعیت فرانسه که 75 میلیون باشه، ما هر سال در فرانسه جهانگرد داریم. 7% تولید ناخالص داخلی، همچنان که گفتم. و در نتیجه که چیزی حدود 2500 میلیارد یورو در سال باشه. این بهش صدمه خورد و افکار عمومی واقعا ملتهب شدن نسبت به مسئله اسلام و اسلام سیاسی به طور اخص. و میدونید که قبلا هم گفته بودم بزرگترین جمعیت مهاجر مسلمان عرب تبار در اروپا در فرانسه هست، تقریبا یه چیزی حدود 10% جمعیت، یعنی 7 میلیون نفر. و خصوصا این اواخر مثلا رخدادی ما شاهد بودیم در همین ماه آگوست، نمیدونم با هم صحبت کردیم یا نه، ولی در یکی از سواحل جزیره کورس یا کورسیکا بعضی ها میشناسنش، دی مسلمان رفته بودن با همین چادر و مقنعه و این حرف ها، با بورکینی به اصطلاح رفته بودن تو آب. یه عده جوان فرانسوی به اصطلاح فرانسوی الاصل، سفید پوست بگیم، آمده بودند در اونجا و شروع کردن با تلفن‌هاشون و آیفون‌هاشون این حرفا عکس گرفتن از این صحنه، و کار بلافاصله به زد و خورد شدید کشید و چند ده نفر از این طرف، چند ده نفر از اون طرف، درگیری شدید با چاقو، اسلحه سرد، و به صورت یک درگیری قومی مذهبی که معمولا میدونه در هر جا کجای دنیا چون این اتفاق بیفته، خشنترین نوع درگیری و نزاع از نوع درگیری های قومی و مذهبی است، که پلیس فرانسه و ژاندارمری فرانسه مجبور شدن اونجا آدم فرستادن، هلیکوپتر فرستادن. واقعا جو متشنج بود. هنوزم که من دارم با شما حرف میزنم در اون ساحل، در اون منطقه هست. یعنی اینکه این مسئله از یک طرف اصولی هر کس حق دارد هر نوع لباسی بپوشد، ولی شرایطی پیش میاد که پوشش میتونه به یک جامعه یک رفتار سیاسی رو، معنای یک رفتار سیاسی رو داشته باشه، و این رفتار سیاسی میتونه مخل نظم عمومی بشه. و در اینجا باز دولت یک مأموریت تعریف شده دیگر هم دارد، و اون این است که باید از امنیت جامعه و باید از نظم عمومی، مأموریت دولت حفظ نظم عمومی و امنیت مردمه. در نتیجه ما دچار اینجا وضعیت خیلی سختی شدیم که راه گشاییش هم کار ساده ای نخواهد. خب اما دوشو برنامه عزیز،
تا زمانی که اختلاف وجود داره بین مقامات فرانسوی و بین نهادهای مختلف و بین احزاب، این اختلاف وجود داره. تا زمانی که وجود داره و هیچ راه حل قاطعی پیدا نشه، یعنی راه حل قانونی قاطع، خب امثال این اقدامات که باعث خب واکنش هایی میشه از سوی خود نهادهای دولتی، عملا میتونه به نفع تندروها تمام بشه. این جزیره کرز که اشاره کردن آقای دکتر، محل تولد ناپلئون بناپارت، مردمش هم بسیار متعصب سیاسی هم بسیار فوق العاده، جای بسیار زیبایی است در دل مدیترانه. و در اونجا من به خاطرم هست، من رفتم در یه ساحلی می‌خواستم وارد بشم، من لختی ها بود، لختی ها اونجا بودن، شما با مایو هم نمیتونید وارد بشید، با مایو نمیتونید، باید مایو رو در بیارید، لخت و پتی وارد اونجا بشید. ناچار شدیم بریم به یه منطقه دیگری، ساحل دیگری. یعنی اینقدر آزادی وجود داره، هر کس هر جور دلش میخواد میتونه اونجا بره به سواحل. و اما متاسفانه مشکل الان در خود نهادهای دولتی است، بین اونها توافقی وجود نداره. بله. یعنی اگر مثل دور زمان سرکوزی، ایشون رفت قانونی برد بر مجلس رو تصویب کردن در مورد همین برقع و ممنوعیتش اعلام شد، دست کم استفاده برقع در نهادهای دولتی. ولی در این مورد اختلاف اینقدر زیاد بود که دیوان عدالت اداری در فرانسه بلافاصله محکوم کرد این ماجرای هجوم پلیس به ساحل نیس رو و اعلام کرد که این کار غیرقانونی است. اینا خب اینا عملا به سود تندروهای اسلامی تمام میشه، اقداماتی از این دست. بله ببینید، درسته، و خصوصا در جزیره کرس همونجور که گفتید به درستی آمه بودید، در جزیره کرس برای بینندگان توضیح بیشتری بدیم، یک نوع ویژگرایی قومی وجود داره، یعنی به زبان ادبیات سیاسی و علوم انسانی امروزی پارتیکولاریسم چیز وجود داره، قومی و محلی وجود داره، ویژگرایی. و عموما این ویژگرایی ها چه مذهبی باشند و چه قومی باشند سرانجام خوشی ندارن، محیط متشنج و ملتهب میشه و مثل هر نوع ویژگرایی دیگه، مثلا در ایران بدترینش ویژگرایی شیعه مذهبی هست که میگه تمام این مملکت مملکت امام زمان است و بقیه اینجا خلاصه ول مترن. در کورس یه ویژگی‌های قومی وجود داره، از قدیم هم وجود داشته و طیف افراطیش استقلال طلبن، یعنی میگن اصلا جزیره باید چیز بشه، مستقل بشه و الو بله. و در چنین جایی اگر شما بیایید به خاطر اینکه جمعیت مهاجر وجود داره یه ویژگی‌های مذهبی مسلمان عرب تبار هم به اون ویژگی‌های قومی مردم خود کرس اضافه بکنید، جو بدی به وجود میاد. درسته. این یک موضوع که این سخت میکنه. موضوع دیگه این است که به طور کلی اگر بخوام واقعا خلاصه توضیح بدم، ببینید در دنیای غرب شما دو رویکرد دارید به جمعیت‌های مهاجر، چون این گونه مهاجر پذیرفتن یک پدیده نسبتاً نوینه و این گونه مهاجر پذیرفتن از کشورها و فرهنگهایی که کوچکترین به اصطلاح قرابتی و نزدیکی و همخوانی تمدنی با فرهنگها و تمدن غرب ندارن، این که خیلی جدیده، این مال 50-60 سال گذشته است واقعا. دو روی کرد بزن. یه روی کردی که شما در آمریکا میشناسید و عموما کشورهای آنگلوساکسون، چه کشورهای شمال اروپا، چه انگلستان و چه کانادا و آمریکایی که شما بهتر از من میشناسید، اون روی کرد کامیونیتاریسته، یعنی میگه که هر اجتماع مهاجری فرهنگ خودش را داشته باشد، لباس خودش رو داشته باشه، مثلا سیک های هند میخوان عمامه بذارن فلان فلان ریش هرچی، مسجد خودشون داشته باشن، چیز خودشون داشته باشن، یک سری قواعد بازی در جامعه وجود داره و قوانین وجود اینو باید رعایت کنن و الا میتونن هر نوع لباسی داشته باشن، مسجدشون داشته باشن و کسی کار به کارشون نمی. این روی کرده کمیونیتاریسته. روی کرده دیگری که در غرب هست و روی کرده مختص فرانسه است، کشور دیگری در حوزه تمدنی غرب نیست که این روی کرده داشته باشه، روی کرده انتگراسیونیسته، یعنی میگه که مهاجر، اجتماعهای مهاجر رو چه پاکستانی، هندی، مراکشی، الجزیره‌ای، هرچی باشه،
من در خودم ادغام میکنم، انتگره میکنم، انتگراسیون میکنم، ادغام میکنم، حل میکنم در خودم. مشکل اینجاست که نظام انتگراسیونیست فرانسوی به انتهای خودش رسیده، دیگه ظرفیت نداره، دیگه توان ادغام کردن کسانی که اجتماعات وسیعی که ادغام پذیر هم نیستند، راستش رو بخواد نیستن ادغام پذیر نداره. در نتیجه هم در برابر ناتوانی خودش گرفتار شده و هم نمیتونه الگوی رقیب آنگلو ساکسون رو قبول بکنه. میدونید که فرانسوی ها به طور کلی در زمینه های دیگر هم خیلی کار سختی براشون که الگوی رقیب آنگلو ساکسون رو قبول بکنن. در این زمینه الگوی رقیب میشه کمیونیتاریست. خیلی براشون سخته که الگوی آنگلو ساکسون رو قبول بکنن. اضافه بر این که رویدادهای تروریستی هم آمده و این کار رو خیلی سخت‌تر کرده و ماه‌هایی که در پیش رو داریم ماه‌های انتخاباتی خواهد بود و میتونید انتظار داشته باشید که بحث‌های خیلی شدیدی سر این قضیه خواهد بود. کاملا درسته. جالب آقای دکتر پرام، آلمان هم همین مشکل رو پیدا کرده در مورد ایجاد هماهنگی فرهنگی بین این جامعه مهاجر، جامعه پناهجو و خود جامعه کلان، یعنی جامعه آلمان. اینا متوجه شدن که اکثریت پناهجویانی که مثلا از سوریه یا از دهات سوریه آمدن و بر آلمان به عنوان پناهجو ثبت نام کردن، نوشتن و خواندن عربی هم بلد نیستن. حالا سوالشون اینه که ما چطور به اینا آلمانی یاد بدیم؟ چون در آخرین نظرسنجی که صورت گرفته از بین این گروه های مهاجری که چندین نسل در اروپا به سر میبرند، از رو سوال کردن مهمترین و عمدترین شاخصه، مهمترین عنصر برای که یک نفر بتونه خودش رو هماهنگ بکنه با جامعه اروپایی چیه؟ گفتن اول زبانه. 85% پاسخ دادن زبان. زبان شماره یک. اول با زبان معنی رو یاد بگیری. جالب دومیش لباسه. میگه با دیشلاشه، نمیدونم با نعلین، با چادر چاخچور، با برقه، با برکینی، که شما نمیتونید خودتون هماهنگی بکنید، که شما باید شبیه مردم اینجا لباس بپوشید. این شماره دو از نظر اهمیت. این نظر تازه جامعه مهاجری است که طی این 40-50 سال در اروپا بوده. حالا شما فکر کنید، محاسبه کردن اگر بخوان به پناهجویانی که به عنوان جنگ زده وارد اروپا شدن، به این تعدادی که تا الان اومدن، اگر یک روزی دمشق فرو بریزه، برای همینی که برخی از کشورها سیاستشون رو تغییر دادن، از جمله آقای رجب طیب اردوغان و خیلی از کشورهای اروپایی، که میلیون ها پناهنده جدید وارد اروپا میشه. یعنی موج دوم، موج دوم اقتصاد اروپا رو نابود میکنه. موج اول توجیه اقتصادی داشت، میگفتن اینا میان خون تازه وارد اقتصاد اروپا میشه، در نتیجه ما یک رشد اقتصادی خوب پیدا میکنیم. تا اینجا هیچ کس هم حرف نداره، تقریبا تمام ناظران اقتصادی همین نظر رو تایید میکنن. ولی میگن موج دوم اگر شروع بشه، یعنی دمشق فرو بریزه، ناگهان میلیون ها تن راهی کشورهای اروپا بشن، دیگه بلند کردن سقف اقتصاد تو اروپا دیگه مشکل و دشوار. به هر روی میخوام خدمتتون بگم، محاسبه کردن اگر بخوان به اینهایی که پناهجویانی که آمدن زبان یاد بدن، فقط زبان، اینهایی که خوندن و نوشتن زبان خودشون رو بلدن، 2 میلیارد دلار هزینه داره، به اضافه این که باید نهادهای جدید تازه به اصطلاح آموزشی ایجاد کرد، باید به حد کافی آموزگار استخدام کرد، آموزگارهایی که تازه متخصص باشن، به آدمای شبیه مردمان خاورمیانه زبان یاد بدن، و این چیز حدود 2-3 سال به درازا میکشه تا تازه اینا راه بیافتن، بعد برن بهشون کار یاد بدن، شغل یاد بدن و اینها بتونن از اینها به عنوان مهره اقتصادی استفاده بکنن. اینا مشکلاتی، این اشاره‌ای که دکتر کردن کاملا درسته و نشون میده که جوامع اروپا ظرفیت رو از دست دادن، دیگه قادر نیستن این سیلاب پناهجویی رو در خودشون جا بدن. پر شده این آبگیر، پر شده. ببخشید. صحبتتون بسیار درسته و نکات زیادی رو مطرح کردید که
نمیدونم به همش بشه رسیدم، ولی یه نکته، یکی دو نکته مهم هست به نظر من در میان نکات دیگر. یکی اینکه ببینید آلمان، ایتالیا و اسپانیا و از چند سال دیگه هم این انتظار میره، این احتمال هست که فرانسه هم به جمعش بپیونده، ولی آلمان، ایتالیا و اسپانیا سه کشور اروپایی هستند که اینها رشد جمعیتیشون منفی است. یعنی ما الان اروپا 28، اتحادیه اروپا 28 کشوره، ما الان رسیدیم به مقطع امسال سال 2016 که اصطلاحا میگیم تعداد گهواره از تعداد تابوت در اتحادیه اروپا کمتر شد. درست. یعنی اصطلاحا این استفاده میکنین، اهل فن استفاده میکنه، یعنی مرگ و میر بیشتر از زاد و ولده. بعضی از کشورها وضعیتشون اندکی بهتر است، بعضی از کشورها وضعیتشون وخیمه آقای میبودی. آلمان، چون اشاره به آلمان کردید، جزو اون کشوری است که وضعیتش از همه بدتره. یعنی اگر روند جمعیتی فعلی در آلمان ادامه پیدا بکند تا آخر قرن 21 اصلا شما دیگه نژاد آلمانی نخواهید داشت، همچنان که در روسیه نخواهید داشت. روس هم کشوری است که یکی از مشکل، حالا بعداً شاید صحبت بکنیم راجع به وقتی به مسئله ایران و اینها برسیم، روسیه هم چندین دهه است که رشد جمعیتیش منفی است و یکی از چیز منفی است. و در نتیجه ببینید منظورم این است که یک مقدار از مهاجر پذیری در آلمان و در اروپا رو، یک مقدار زیادیش رو حتی میشه با این توجیه کرد که اینها نیاز به نیروی کار دارن. حساب دو دو تا چهار تاست. وقتی میدونن که 10 سال دیگه یا 15 سال دیگه یا 20 سال دیگه به اینقدر صندوق بازنشستگی احتیاج دارن و در عوض اینقدر نیروی کار خواهند داشت و چندین میلیون نفر از نیروی کارشون به نسبت امروز کم کاسته خواهد شد، این دیگه حساب دو دو چهار تاست. به یه تعداد نیروی کار احتیاج دارن و خود آلمانی ها بچه درست نمی کنن، از خارج میرن. غافل از این که این مهاجر نیروی کار از خارج آوردن، حتی اگر زبان گوته رو اینهایی که از سوریه آمدن چیزی جز جنگ ندیدن خیلی هاشون، و حتی زبان خودشون، زبان عربی، زبان دینشون، زبان کتابشون رو هم حتی بلد نیستن بخونن و بمیسن درست و حسابی، فرض رو هم بر این بذارید که زبان گوته رو بشه بهشون یاد داد، باز نمیتونید شما چیز بکنید که اینها در فرهنگ گوته، در فرهنگ وگنر، در فرهنگ بتوون اینها بتونن ادغام بشن. برای اینکه زبان اگرچه بسیار مهم است، ولی در فرض محال، فرض به اصطلاح کمال مطلوب، حتی اگر بهش برسیم و اینها به نحو احسن زبان گوته و چیز رو یاد بگیرن، باز هم احتمال این که بتونن کاملا ادغام بشن در فرهنگ گوته بسیار پایینه و درست. تنها یک درصد بسیار کوچکی اونجوری ادغام خواهد شد، بقیه نخواهند شد. اینها تناقضاتی است که فرهنگ های غربی و تمدن غرب به هر حال باهاش دست به گریبان. و نکته آخر این که در ادامه این، یعنی از یک طرف تعداد گهواره از تابوت در اروپا کمتر شده، یعنی مرگ و میر بیش از زاد و ولده، یعنی اروپا، جمعیت سفیدپوست اروپایی نمیتونه خودش رو باز تولید بکنه و برای بعضی هاشون مثل آلمان خطر انقراض وجود داره تا قبل از پایان قرن 21. از اون طرف اونور مدیترانه، یعنی به فاصله چند ساعت پرواز، 3 ساعت پرواز، اونور مدیترانه جمعیت شمال آفریقا، یعنی منطقه عرب نشین این قاره، و جمعیت کل قاره، یعنی قاره سیاه رو هم بهش اضافه بکنید، در ظرف همین چشمانداز زمانی که داریم با هم صحبت میکنیم، یعنی از حالا تا سال 2050، یعنی فردا برای برنامه ریزان کلان، یعنی فردا 2050، 1,300,000,000 نفر به جمعیت اون ور مدیترانه اضافه خواهد شد. یعنی حتی اگر جنگ هم نباشه، حتی اگر جنگ های قومی و مذهبی هم نباشه و بدبختی های از این گونه نباشد،
در بهترین شرایطی که قابل پیش بینی هستند شما سیل مهاجرین اقلیمی رو خواهید داشت، یعنی مهاجرینی که با خوش شدن مزارعشون و از میان رفتن هرچی بیشتر منابع پروتئینی در دریاها و کم شدن ماهی و صدماتی که به محیط زیست وارد شده ناگزیر خواهند شد را بیفتن، یا آب ندارن یا نون ندارن دیگه، ناگزیر میشن را بیفتن. به وقتی را بیفتن به کجا میرن؟ میان طرف اروپا دیگه. و برای اروپا هم وقتی میان به طرف اروپا همچون دهه های پیشین نمیان به آلمان برای اینکه عاشق فرهنگ گوته هستن، میان به آلمان برای اینکه اقتصاد آلمان تولید کننده کاره، به همین سادگی. میان به آلمان به خاطر اینکه آلمان به خاطر پیشینش در جنگ جهانی دوم و نازیسم و هولوکاست در الیت آلمان یک نوع رویکردی نسبت به این مسائل وجود داره که در کنار مسائل ضرورت‌های اقتصادی و جمعیتی که گفتم با ملایمت بیشتری با مهاجرین رفتار میشه. برای اینجور چیزاست که میان، نمیان اونجا زبان گوته و فرهنگ گوته رو یاد بگیرن. اصلا گوته رو نمیشناسن، قرآن رو نمیشناسن، زبان خودشون رو نمیشناسن، گوته رو بشناسن. اینه که با این تناقض‌ها دست به گریبان از اروپا و دنیای پرچالشی است. تشکر می‌کنم. امیرم از این لحظه میتونید با ما تماس بگیرید در این منزل. منزل بعد میریم به سراغ جامعه روشنفکری ایران، میزان تاثیرگذاریش روی اون چی که در مملکت و میهن ما رخ داده که ما هنوز داریم در زنجیره پیامدهاش زندگی میکنیم. خیلی نقش مهمی داشته جامعه روشنفکری، اگه بشه ازش به عنوان جامعه روشنفکری یاد کرد. نه، عناصری که به نظرم هم کوردل بودند، هم شناخت زیادی از جریانات تاریخی نداشتند، از همه بدتر قدرت پیشگویی نداشتند. فکر کنید یکی از مهمترین احزاب سیاسی در ایران، یکی از مهمترین احزاب آهنین در ایران حزب توده بوده. حزب توده حتی نمیتونست 24 ساعت بعد رو پیشبینی کنه. یعنی دستگاه تحلیلگر حزب، ماشین تحلیلگر حزب قادر نبود 24 ساعت بعد بقای ایران رو پیش بینی کنه. در نتیجه غافلگیر شد، ریختن همشون رو، گرفتن 8000 نفر رو در یک روز دستگیر کردن. خب شماره تلفن بر صفحه تلویزیون 818-342-30-31 کوتاه مفید مختصر ممنونم. درود بر شما، بفرمایید. از طرف هموطنان بفرمایید. من یه سوال داشتم، میخواستم از آقای دکتر سوال بکنم ببینم که فکر نمی‌کنن این پوشیدن لباس مخصوص اسلامی خودش یه عده‌ای پشتش هستن که بخوان اخلال کنن، به خاطر اینکه وقتی در اسلام دارن میگن بابا نباید حتی برید در استادیوم ها هیکل مردی که لباس ورزشی پوشیده ببینید، چطور اینا میان در ساحلی که تن بدن مرد لخت و با اون مایوهای مخصوص ببینن و اشکالی نداشته باشه؟ این فکر نمی کنید یه چیزی پشت این مسئله است که میخوان اونجا رو به هم بریزن و فرانسه رو یا ساحل اونجا رو به هم بریزن؟ تشکر. آقای دکتر کاملا درسته. یعنی من فکر کنم در سخنم گفتم که این روپوشی که بورکینی که گفتن، این در ضمن یک رفتار سیاسی هم محسوب میشه. یعنی گفتم که شخصا من فکر کنم خیلی هم مثل من فکر میکنن اینه که هر کس آزاد هرچی میخواد بپوشه، ولی در کنارش هم گفتم که بورکینی در ضمن یک رفتار سیاسی هم هست. یعنی همین نقطه که شنونده محترم لطف کردن و به ما گفتن، بله این کاملا درسته. و خیلی سریع ببینید، همواره لباس آدم ها، لباس ما بیانگر فرهنگ غالب جامعه و بیانگر به اصطلاح نوعی رویکرد اخلاقی و ارزشی و فرهنگی و در نتیجه سیاسی هم بوده.
همین ما پیش پای شما مشهور خوندن آخرین کتاب اشتفان زویگ بودم، دنیای دیروز، که خواندنش رو اگر به فارسی هست واقعا به همه دوستداران و شنوندگان توصیه میکنم، در کنار دیگر آثار اشتفان زویگ، و اگر به فارسی نیست برای کسانی که به انگلیسی یا به آلمانی دسترسی دارن حتما دنیای دیروز رو بخونن. واقعا کتاب زیباییست. بین 41 1941 و 1943 اشتفان زویگ 60-62 ساله نوشت. خودکشی اروپا در جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم، خودکشی اروپا او رو واقعا متأثر و افسرده کرد. این کتاب رو نوشت و بعد در پتروپولیس خودکشی کرد. در دنیای آخر قرن 20، اوایل قرن آخر قرن 19، اوایل قرن 20 اروپایی و به طور کلی و جامعه وین که اشتفان زویگ در این کتاب ترسیم میکنه، یکی از نکاتی که بهش در همون سه فصل اول چیز میکنه اشاره میکنه همین مسئله لباس. مد لباس شهروند اروپایی اواخر قرن 19 اوایل قرن 20، همون موقعی که حتما بعضی از شنوندگان میدونن عصر ویکتوریان بهش میگفتن، یعنی اخلاق و فرهنگ و ارزش‌های ویکتوریان اون موقع مسلط بود، اخلاق و ارزش‌های بورژوازی اون موقع مسلط بود، لباس بیانگر این ارزش‌ها و این فرهنگ و در نتیجه در مقطعی و در مقاطعی بیانگر یک نوع رویکرد و یک نوع رفتار سیاسی بود، چه برای زن چه برای مرد. در الان هم همینطور هیچ تغییری نکرده. مثلا در خود ایران هم میبینیم زنان ایران چه با کارهایی که با پارچه میکنن و با چگونه این فشار و این اختناق فرهنگی رو بر علیه خودش برمیگردونن و چگونه با مد و لباس و مدلینگ بهش میگن الان در ایران به جنگ فرهنگی این نظام میرن. در نتیجه بله، صحبتتون درسته، لباس همیشه بیانگر نوعی رفتار اجتماعی و در نتیجه نوعی رفتار سیاسی بوده و هست و خواهد بود. در فرانسه هم بورکینی، بله، فقط مسئله این نیست که زن مسلمانی گرمش شده است در تابستان میخواهد برود آبتنی بکند منتها با چادر. بورکینی یک رفتار سیاسی و یک پرووکاسیون سیاسی هم هست، چون در شرایطی که میدونیم جامعه ملتهبه، میدونیم آمدن و تروریست های اسلامگرا آدم کشتند، در اینجا شما چون این رفتاری، خب جامعه با سختش قبول کردن یک چنین چیزی رو. در نتیجه بله هست، پشتش بدون تردید افرادی یا شبکه هایی خابیده اند که از این طریق میخواهند صدمه بزنند به جامعه غربی و به ویژه جامعه فرانسوی، چون یکی از آسیب پذیرترین جوامع امروز غرب جامعه فرانسه است. کاملا درسته. مضافر این که خب انگیزه های اقتصادی هم داره. مالزی الان دست به تولید وسیع و انبوه همین بورکینیا زده. الان شما چون در بازار اندونزی انواع بورکینیا رو تهیه کنید و همینطور فرستادن به تمام کشورهای اسلامی، فکر کنید چه درآمد هنگفتی خواهد داشت ده برای کمپانی سازنده کارخانه. درود بر شما، بفرمایید. آگهی یه تلفن دیگر رو الان میریم. بفرمایید. جونم بفرمایید. قربان شو، بفرمایید. من یه جزمی میام الکانیشن تو تعمیر میکنم. ممنونم. هم اقالیت های مذهبی ایران هستم، ارمنی هم ممکنه بیام اون اقالیشتون. آخه قربان شما، خیلی ممنون، خجالت میشم چی بگم، باید با دفتر تماس بگیرید. ممنون میشم ازتون، مرسی. آخه از بازرچه عبور میکنیم و برمیگردیم. همیانان و هموطنان همه روی خطوط تلفن هن. با آقای دکتر رامین برهام عزیز هستیم، ایشون در فرانسه زندگی میکنند، در ایالات متحده آمریکا تحصیل کردن، همینطور در فرانسه، در دو کشور با فرهنگ هر دو کشور آشنایی دارن و میخوام در منظر بعد بریم به کجا؟ بریم به منظر آقای دکتر باقر فرهام، پدر آقای رامین فرهام. بالاخره رامین اون زمان پشت دریچه، پدرش هم رئیس کانون نویسندگان ایرانه، شخصیت های مهمی به این خانه رفت آمد میکنن. میخوام ببینم
از دید یک پسر بچه وقتی این مجموعه رو میدیده که برخی از اونها در انقلاب اسلامی ایران سهم عمده داشتن و بسیاری از اونها تغییر فکر داده بودن، یعنی هیچ اعتقادی مثلا به مبانی مذهبی نداشتن، ولی عجیبه با آغوش باز به استقبال یک نظام حکومت مذهبی رفتن. پاره حتی این پند مارکسیسم لنینیسم را هم آویزه گوش نکردن که میگفت دین افیون ملت هاست و اینها از یک نظام افیونی استقبال کرد. چرا؟ چه اتفاقی افتاد؟ چه روی داد؟ ببینم در اون زمان خود رامین چی فکر میکرده؟ رامین 12-13 ساله نه با کی هستی؟ با آقای دکتر رامین فرام عزیز. درود بر شما، بفرمایید شنونده ارجمند. درود بر شما میبودی، آقای دکتر و بینندگان ایرانی و غیر ایرانی شما در سرتاسر جهان. من اجازه دارم یه شعر براتون بخونم؟ بفرمایید، ولی کوتاه باشه. والا اون دفعه شعرم این کوتاه باشه، شعر از نفس افتاد. باریکی که حرف فرمان یه غاز میزنه همه وقت میدید. بفرمایید. نبود هر جاست مخواست قدم کنید. اسم شعر من هست یه بینچه. این شعر رو من بعد از جنبش سبز برای ندا گفتم، البته از ندا فقط به عنوان یک سمبل استفاده کردم. ندا یک زنی نبود که کار سیاسی کرده باشه، ولی به صرف جنسیت زن بودن حل زن در حکومت ایران سیاسیه. من صدای ندایم، بی انتهایم، من گل سرخم، خون رگهای حیاتم، لذت یک لحظه آغوش عشقم، نور خورشید امیدم، شور شادی آبی بی انتهایم. من صدای ندایم. خانم جان صدا خیلی بده کیفیتش، حیفم میاد. بخونید بعد خودتون گوش کنید ببینید چرا اینجوری بود. صداتون میاد و میره. چه کار میتونید بکنید؟ الان خوب شد؟ الان خوب بود؟ فکر میکنم من میشنم. گوشی رو بردارید. با اسپیکر صحبت میکنی؟ الو؟ با اسپیکر صحبت میکنی؟ نه با گوشی صحبت میکنی. گوشی رو بچسبونید به دهانتون بهتر صحبت کنید. حالا نمیره با تأثیبات. باید یه فکر دیگه بکنید. عذر میخوام. حیف شد. درود بر شما، بفرمایید. من مهبادی مخلص شما هستم. قربان شما، هم بفرمایید. از برنامه بینندگان همه برنامه شما هستم. تشکر میکنم. همشون هم واقعا. ولی یه مسئله که همیشه برای من مورد سواله، در همه برنامه چه آقای دایی هستن چه آقای نوری علاقه، بقیه وقتی از این صحبت حرفایی که عوام زدن قدیم هم شنیدی، مثل کمربند سبز یا مثل اینی که دنیا رو اسلامی کنن برای کمونیست، مبارزه با کمونیست، وجود این اسلامگرایان و البته زمانی که اتحاد جماهیر شوروی بود، و اگر این همه اینا میگن نه اینطوری شاید میخوان یه مسئله رو یک نیوشه برن بالا، ولی اگر اینطوری نیست اون پس پیمان سنتو که بعد عبدالکریم قاسم کودتا کرد و زدن و پادشاه فقید عراق کشتن و بعد پیمان سنتو تبدیل شد به سیتو، یه خط عروشما که مکروول بود از ترکیه و عراق و ایران و پاکستان. پس این مسائل برای چی بود؟ این همه مسائلی که بوده، پس اگر این مسئله کمربند سبز و این مبارزات نبود، پس اینا برای چی بود؟ همه این کارا برای چی بود که دیواری جلوی اتحاد جماهیر شوروی کشته بودن؟ ولی هر وقت جمعه ها صحبت میشه، وقتی یکی از بینندگان این مسئله مطرح میکنه، بلافاصله مثلا جناب دایی میگن نه اینجوری من فکر نمیکنم، یا مثلا بالاخره بعضی وقتا یه توطئه های بالاخره تئوری توطئه میگن، یه توطئه های هست پشت پرده، حالا قوی نباشه بالاخره اینا رو معمولا هم آقای نوری علا هم آقای دایی هم اینا رو به اصطلاح زود نفی میکنن، میگن نه هم چیز نیست. آیا میخوان نشون بدن که در یه نیوای بالاتر از عوام صحبت میکنن، یا اینکه عوام تو فکر و خیالن، یا این یه هوی بوده که توی مملکت ما؟ در حال مخلص شما هستم انشالله که این جناب بالاخره ما خیلی ارادت داریم
تشکر میکنم، ممنونم. آقای دکتر برهم، تئوری توطئه دستی کم در مورد میهن و مملکت خودمون. ببینید به یه نوع میشه که اولا واقعا خیلی حیف شد که شنونده عزیزی که میخواستن شعرشون رو بخونن واقعا حیف شد. حیف شد و من شخصا از ایشون متشکرم و امیدوارم که دفعه دیگه بتونن این شعر زیبا رو بخونن. در مورد توطئه، ببینید از یک طرف به نظر من سیاست همش توطئه است، یعنی از موقعی که مثلا دو نفر میشینن با هم دیگه سر یک هدف مشترکی بر علیه منافع یک نفر دیگه، میتونید اسمشو بذارید سیاست، میتونید اسمشو بذارید توطئه، میتونید چیز بکنید. وقتی که ایراد خود من ایراد میگیرم به تئوری توطئه، نه به این معنا که توطئه‌ای در کار در هیچ مقطعی نبوده است، خیر، من خود منم چون این فکری نمی کنم، در مقاطع بیشماری بوده است که بله میشه پرسش های درستی رو مطرح کرد که چرا فلان کشور یا فلان کشور این گونه رفتار کردن. فقط این رو از این بابت میخوام بگم که تئوری توطئه یا اون چیزی که به اسم تئوری توطئه در ایران متداول شده، این ضرر رو داره که مانع از این میشه که ما به خودمون فکر بکنیم و ببینیم ایرادهای خودمون در چه چیزی بود، ایراد دین ما در چه بود، ایراد نهاد پادشاهی ما در چه بود، ایراد نهاد روشنفکری در چه بود و و و، ایراد چپ ما چه بود، ایراد نیروی ملیگرای ما در چه بود، ایراد فلان فلان. یعنی اگر زیاد بخوایم به توطئه دیگران بر علیه منافع ما فکر بکنیم، اون وقت ضعف‌های خودمون رو نمی‌بینیم. ولی به دو نکته دیگر هم اگر اجازه بده آقای مهبودی، من اینجا اشاره بکنم. یکی این که ببینید، به نظر من هرچی بیشتر به این قضیه نگاه میکنم، به نظر من بزرگترین برنده انقلاب اسلامی 57 روسیه بود. روسیه در همه زمینه‌ها برنده این قضیه میشه. یعنی انقلاب 57 در 1979 اتفاق میفته، فروپاشی امپراتوری شرق، امپراتوری کمونیست از 89 نوامبر 89 آغاز میشه، دسامبر 91 با فروپاشی اتحاد شوروی خاتمه پیدا میکنه. 10 سال قبلش در ایران انقلاب اسلامی میشه. فرض کنید انقلاب اسلامی نشده بود، فرض کنید که همونطور که خود دستندرکاران اقتصادی، فکر کنم آقای طیب نیا بود در چیز اکیپ آقای روحانی اذعان کردن، ایرانی که در دهه 40 خورشیدی یعنی 60 میلادی عموماً با اتکا به بخش خصوصیش، چون ما پول نفت 9/10 باز خود ارگانهای نظام این رو گفته اند، 9/10 پول نفت که رفت به جیب انقلاب اسلامی، در دهه 60 میلادی این بخش خصوصی ایران بود که به مدت 10-12 سال با رشد دو رقمی ما داشتیم. فرض کنید 10 سال قبل از فروپاشی اتحاد شوروی در ایران انقلاب نمیشد، فرض کنید ایران 10 سال دیگه هم با رشد اقتصادی بسیار بالا، با رشد فرهنگی بسیار خوب، با دانشگاه‌های بسیار عالی، با تکنوکراسی که حتی منتقدین شاه در اروپا و در آمریکا میگن بهترین تکنوکراسی در جمع کشورهای در حال رشد بود، 10 سال دیگه ایران با اون رشد میکرد. آیا روسیه امروز میتونست چنین در حوزه مازندران، قفقاز، آسیای میانه و آسیای صغیر یک تازی بکنه؟ آیا گازپروم میتونست به بزرگترین غول گازی دنیا تبدیل بشه؟ آیا روسنفت، شرکت نفت روسیه، میتونست به یکی از بزرگترین شرکت‌های نفتی دنیا تبدیل بشه؟ در اینکه در زمان اتحاد شوروی اصلا اینا چیزی نبودن، نه گازپرومی وجود داشت، نه روسنفتی وجود داشت، نه تکنولوژی داشتن نفت و گاز خودشون رو هم نمیتونستن برسونن، نفت و گاز متحدین خودشون رو هم به سختی میتونستن برسونن.
ایران بود که بخشی از نفت و از نفت اروپای شرقی رو در چارچوب پیمان بسیار سوداوری که با اسرائیل داشت و به ایلات اشکلون معروفه، ایران بود که از طریق اسرائیل تهیه میکنه نفت، هم پیمانان خودشون هم نمیتونستن برسونن. 10 سال بعدش گازپروم و روسنفت تبدیل میشن به بزرگترین شرکت های انرژتیک در دنیا در رشته خودشون. ایران به هیچ وجه مثلا در کشوری مثل تاجیکستان که جزء حوزه تمدنی ایران بوده، همزبان ما هستن، کوچکترین نفوذی نداره، کوچکترین تأثیری نه در آسیای صغیر داره، نه در آسیای میانه، نه در دریای مازندران که عملا تبدیل شده به حیات خلوت آبی روسیه، عملا تبدیل شده به حیات خلوت آبی روسیه. ما نه از نفت اونجا چیزی داریم، نه از کشتیرانی اونجا چیزی داریم، نه منابع نظامی، هیچی. ببینید به قول رمان نویسا یا به قول خیلی دیگه، وقتی که یک جنایتی رخ میده شما ببینید دنبال این بگردید، و اگر میخواید ببینید که چی شد چی نشد بگردید ببینید این جنایت به نفع کی بود. تشکر میکنم. بریم به خط شماره 2. درود بر شما، بفرمایید. آقای میبودی، هم بفرمایید. یک ایراد بسیار عمده از جناب عالی و اصولاً کارکنان تلویزیون پارس دارم. شما به خاطر مبارزه بسیار محترمی که با این آخوندهای جنایتکار دارید، خط بطلان به روی دین میکشید و میخواید دین رو و اعتقادات رو از مردم ایران بگیرید. خدمتتون عرض کنم، ایرانی چی داره؟ غیر از دین چی داره؟ من پدر و مادرم یکی از مالکین بزرگ منطقه غرب ایران بودند و من هرگاه که به روستا می رفتم می دیدم که زارعین با نهایت محبت و دوستی در همسایگی هم زندگی می کردن و به زن هم دیگه و به مال هم دیگه نگاهی نمی کردن و در نهایت محبت با هم زندگی می کردن. قانونی در کار نبود، خوانین قانون رو به نفع خودشون انجام میدادن و ژاندارما هم همه باجبگیر و رشوه‌بگیر بودن، کار رو به نفع خان انجام میدادن. زارعین تنها به خاطر اعتقاداتی که داشتن خوب با هم کنار می آمدن و با هم زندگی می کردن. اقتصاد زندگی لازم و ضروریه ولی سعادتمند نمی کنه شخص رو. اقتصاد ایجاد سعادت نمی کنه، ایجاد رفاه می کنه. اون چی که ایجاد سعادت می کنه فکر راحت، فکر درست، اندیشه باز و گسترده. خواستم این رو خدمتون عرض کنم. لطف فرمودید. شما زیاد ممنونم. آقای دکتر، من واقعا مشکلی با بسیاری از نکاتی که شنونده محترم عرض کردن ندارم. بلی، در زمانی در ایران دین بود. اینو خود منم وقتی بچه بودم دیده بودم. واقعا ما محله نیرو هوایی میشستیم و بعضی جاهای نیرو هوایی حتی نه آب بود هنوز نه برق، یعنی و در خونه ها من یادم شب تا صبح اغلب باز میموند، یعنی بچه ها تو خیابون بازی میکردن، بعد میرفتن غذاشون رو میخوردن، شامشون رو دادن و میخوابیدن و در خونه ها تا صبح باز میموند. الان که حکومت دینی در 38 ساله در کشور هست، شما دیواری نمیبینید که بالاش 3 متر نرده و روی نرده 3 متر 2 متر سیم خاردار نباشه. ببینید شنونده محترم، من اگر آقای میبودی اجازه بدن اینجا، من و آقای میبودی با دین رو تخریب نکردیم، دین رو دین تخریب کرد. وقتی که آقای شریعت مداری، منظور کاظم شریعت مداری، شریعت مداری بزرگ، آیت الله العظما به قول کسانی که مسلمان و شیعه هستند، من نه مسلمانم نه شیعه، به قول آیت الله بزرگ شریعت مداری میگفت اولین و بزرگترین قربانی حکومت دینی در کشور دین خواهد بود. تقصیر برنامه یاران یا تلویزیون پارس یا آقای میبودی یا من
نوعی نیست. هر چیزی که در هر چیزی رو باید بشه نقد کرد. کیش من رامین کیش نقده. نقد مهمه. بدون نقد اندیشه وجود نداره، بدون اندیشه هیچی وجود نداره، هیچی. بخواید انسان بخواد انسان باشه، در دنیای انسانی شما بخواید زنده، باید اندیشه داشته باشید. اندیشه نمیتونید داشته باشید اگر اسپری کریتیک نداشته باشید، اگر خرد نقاد نداشته باشید. خرد نقاد نمیتونید داشته باشید اگر آزادی نداشته باشید. و الا دین رو ما خراب نکردیم، دین رو دین خراب کرد. دین رو میخواید بدونید کی خراب کرده، برید از ملایان بپرسید دین رو کی خراب کرده. و الا کسی مخالفتی با چیز نداره. ببینید من زیاد شاید یکی از معدود ایرانی هایی هستم که تولید شعر نمی کنم، فقط مصرف میکنم. و فردوسی وقتی که میگفت به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خرد یه چیز محدوده. خرد خودش میدونه که من محدودم، گرچه بسیار توانا هستم در بعضی هم، ولی محدودم. از یک جایی دیگه نمیتونی از من انتظار داشته باشی که با تو بیام و فراتر از یک حد و مرز خاصی برم. از اون حد و مرزی که خرد دیگه نمیتونه از آن بگذرد، اونجا رو بهش میگن ایمان. کسی با ایمان کسی کار نداره. ایمان یک مسئله فردیست. ایمان منه که به من میگه که حق چیست، حقیقت چیست. ایمان منه که به من میگه اخلاق چیست. اینها مقولاتی هستند که نه جمعی هستند، نه سیاسی هستند و نه زوری و اجباری در این مقولات هست. و الا واقعا اگر میخواید بدونید که دین رو کی خراب کرده، خب فکر میکنم که آن چیز که عیان است چه حاجت به بیان است. چرا من محترم تشکر میکنم. درود بر شما. بفرمایید. جناب آقای هم بفهم بابا صدا تو خیلی بده. نه خدمت شما هم بالاخره بعد از یک سال موفق شدم بگیرم شما را. یه تلفن میزد قطع میکردن، من نمیدونم دوستان چه میکنن اینجا. ولی جناب مهبازی من میخوام بگم به عنوان یه ایرانی، هرچه بدبختی فلاکت بستر بشر اومده به خصوص اون منطقه خاورمیانه به خاطر دین بوده. خواهش میکنم اما یه خسته کننده دین رو بذارید کنار. چه چراغی به کشور من چهر مقامی ها برده؟ برید تو قول علم فقط تفرقه انداخته، فقط مرز جدایی بوده بین انسان ها. دین به جز بدبختی و بیچارگی و فلاکت و فساد چیزی برای بشر نیاورده، انسان ها رو از هم جدا کرده. گذاشتن زمان، زمان اینترنت، وای فر، زمان علم. بگذارید این حرفا رو کنار، هرچی از سر منطقه کشور من خاطر دین هست. تشکر میکنم. درود بر شما. بفرمایید. حالا بر شما. بفرمایید. عرض احترام خدمت جناب آقای پرواز. راجع به مطلبی که جناب عالی ابتدای بحثتون باز کردید و مطلبی که میخوان در آیت بازی آقای شفیعی ایران باز کنیم، دو تا مطلب داشتم. ابتدا مطلب اولیه راجع به بورکینی و بیشینی، همانقدر بهتون بگم که وقتی بیکینی وارد شرق شد به خصوص در جوامع اسلامی، مردا دو تا چش داشتن که یکی چهار تا هم غرش کردن خوب استفاده کردن. این نشون بده خیلی دموکرات هست. در صورتی که وقتی بورکینی دسته در جامعه دموکرات غربی، همه ضدیت دارن نشون میدن، همه عکس العمل های منفی نشون میدن، تعجب میکنن. این نشون میده شرق خیلی بازتر و دیدش خیلی وسیع‌تره. اتفاقا در این حال که فکر میکنم این بحثی که شما باز کردی بحث انحرافی بود. جناب پرهام هم نباید به این بحث میپرداخت. ما بحثهای مهمتر که جامعه ایرانی داشتیم به خصوص هفته گذشته در بین جوامع سیاسی غرب خارج از کشور، راجع به بحث خلیج و مصاحبه و مصاحبه شونده که هر دو اسم خلیج بردن، من اسم ندارم. شما به یه جوری فراره به جلو کردین که شما حرفه‌ای هستین بماند. ولی راجع به بحثی که میخوام آقای پرهام باز کنه، راجع به جامعه روشنفکری ایران و چه کردن و چه میخوام بکنن، آقای پرهام به شما قول میدم همین الان اگر خمینی زنده که از تو قبل بیاد بیرون، میتونه راحت یه انقلاب در ایران درست کنه. به راحتی میتونه همین حکومتی که خودش علم کرده میتونه برچینه. چرا؟ این سوال مهمی که از شما باید بکنیم. شما اندیشمند، دانشمندی، هی به شما میگن که
خیلی تاثیر کرده، خیلی معلومات داری، اینو جواب بده. چرا خمینی میتونه با 4 کلاس سواد انجام بده؟ جامعه روشنفکری که اونجا نشسته همشون هم دوست دارن برن تو آب ولی خیس نشن. خیلی جالبه قسم خوردن که از فلان چیز دفاع کنن. حالا امروز هی بحث دموکراسی رو پیش کشیدن. بابا به قول اون آقای سور اسرافیل این سوسولوژی دموکراسی رو بذاریم کنار. بحث رهبری به راه انداختن انقلاب دموکراسی نمیطلبه که تو این کشوری که 70 ملت دارن توش زندگی میکنن. چرا نمیتونیم جامعه روشنفکری خارج از کشوری که تو جامعه آزاد و دموکراتیک و تحصیل کرده همه 40 تا دکترا چسبوندن به خودشون، چرا نمیتونن 20 نفر یه جا جمع کنن؟ ولی خمینی بی سواد همین الان به شما قول میدم میتونم این انقلاب رو راه بندازه. چرا؟ اینو بس اینو پاسخ بدیم. بورکینی و بیکینی بحث امروز مردم ایران نیست. مردم منحرف نکنید. ممنونم. خب مجبوریم از بازداشت عبور بکنیم، بعد بریم نظر آقای دکتر حرام عزیز چیه. همین سوال هم روز در مورد ابوبکر بغدادی صادق آقای که چرا موفق شد که اتباع 80 کشور دنیا رو بیاره زیر بلیط خودش. جهل، خرافه، تشویق به خشونت. اگه شما موفق شدی افراد خردمند و اندیشمند و دانشمند و متفکر و خیرخواه و صالح و معالندیش رو بیاری زیر یک چت هنر کردی، مگر جمع کردن یه ماشه آدم متعصب خرافی و انتقامجو و دچار روان پریشی که کار دشواری نیستش که. برمیگردیم این نظر آقای پرهام چیه. خب آقای دکتر پرهام بینیم نظرشون چیه. سراپا گوشیم دکتر پرهام. شنوندهی که بر شناختم صدایشون رو شناختم و باید بگم که این موافقم. من با صحبت شما شنونده محترم موافقم، یعنی که ما این تعداد روشنفکر، این تعداد فعال سیاسی، این تعداد کنشگر، حالا اسمش رو هرچی بذارید، همین فقط در زمینه روشنفکر بخوایم باقی بمونیم، ما این تعداد روشنفکر داریم که هم لااقل یک زبان بلدن، تجربه سیاسی گیران دارن و و و و و کاری که آقای خمینی کرد نمیتونن بکنن. چرا؟ پرسش شما این بود و پرسش واقعا به نظر من درستی هم هست و انگشت رو گذاشتید اونجایی که شدیداً درد میگیره. خود من نقدی که از درون به نیروهای روشنفکر و فعال سیاسی که دوست من هستن و من از نزدیک میشناسمشون و باهاشون کار میکنم و دوستی و نزدیکی هم مانع از نقد جدی نشده و من بارها این رو مطرح کردم در محافل مختلف که یک تکیه بیش از اندازه به اون چیزی که جامعه مدنی نامیده میشه به کلی بیهوده است، به خاطر اینکه بخش قابل توجه از این جامعه مدنی به اذعان به وجود آورندگان اون از سعید حجاریان بگیرید تا علی ربیعی وزیر آقای روحانی ویژه نظام است. یا بهترین تعریف رو علی ربیعی و سعید حجاریان دادن که هر دو از عوامل اصلی اطلاعاتی رژیم هستند، نظام هستند. سعید حجاریان از جامعه مدنی گفت بالشتک ضربگیر نظام. چند سال پیش آقای علی ربیعی هم چند هفته پیش در روزنامه شرق گفت از این جامعه به عنوان دستگاه تولید رضایت برای نظام نام بردن. خب این دیگه تکلیفش روشنه دیگه. دو، مسئله رهبری نیاز به اتوریته و قاطعیت داره. یعنی شما نمیتونید مثلا در کشوری که 30% گرسنه هستند، 90% منابع آبی زیرزمینیش از بین بردند و بحران آبی به طوری است که تمدن این کشور و بقای این کشور رو در سالها و یکی دو سه دهه آینده با خطر مواجه کرده، در چنین کشوری که حاکمیت خودش رو داره واگذار میکنه به روسیه در ابعاد مختلف، در چنین کشوری شما مثلا کنفرانس بذارید یا صورت جلسه برنامه بحث بذارید در چیستی و چرایی و چگونگی دیالوگ دموکراتیک. خب یعنی که از تا حدود زیادی به قول قدیمی میشه گفت تو باغ نیستید دیگه، از مرحله پرتید. یعنی مملکتی که گرسنه است و آب نداره و تمام مرزهاش ناامنه و پایگاه شاهرخیش رو روس‌ها آمدن
بمب‌افکن استراتژیک اونجا گذاشتن، شما در خارج بشین راجع به چیستی و چرایی و چگونگی دیالوگ دموکراتیک حرف بزنید، یعنی اینکه خب یه جای کار واقعا ایراد داره. اینه که من با شما موافقم و برای همین هم فکر کنم در یکی از همین برنامه‌های یاران آقای مهبودی عزیز به من اجازه دادن، گفتم که به نظر من مسئله رهبری است. این مسئله رهبری به یک چهره ملی و فراسیاسی نیاز داره، ملی به معنای اهم و خاص کلمه و در نتیجه فراسیاسی نیاز داره که کاری به کار سیاست و تشکیلات و سیاسی بازی و اینها نداره و از ملت ایران، منافع ملی ایران و بقای کشور ایران و فرهنگ ایران صحبت میکنه، مخاطبش هم ملت ایران و نیروهای مسلح ایرانی و نه چیز دیگری. در کنار این، چون شما به هر حال به سیاست نیاز دارید، به یک نیروی ملی سیاسی نیاز دارید که این کار تشکیلاتی بکنه، کار گفتمانسازی بکنه، برگزاری جلسه و کنفرانس و این حرفا. تا زمانی که این نیروی که در ملی بودن شریکه ولی یک پاش غیر سیاسی است و یک پاش سیاسی، تا زمانی که این شکل نگرفته متاسفانه نمیشه کاری کرد در ایران و متاسفانه نمیشه در انتظار دگرگونی بود. و من فکر میکنم که کلام آخر، نظام جمهوری اسلامی و دستگاه‌های اطلاعاتی اون و بالشتک ضربگیرش و دستگاه تولید رضایتش، یعنی بخش قابل توجهی از جامعه مدنی ایران و روشنفکران ایران، اینها هدفی جز مانع شدن از شکلگیری چنین بدیلی و چنین رهبری و چنین آلترناتیوی ندارن. اصلا مأموریت دیگه برای خودشون قائل نیستن مگر اینکه مانع بشن چنین آلترناتیوی شکل بگیری، یک آلترناتیو ملی. آقای دکتر برام، به نظرم موضوعی پرسشی آقای باریکی مطرح کرد از اساس غلط، یعنی قیاس این مقایسه و مقابله‌ای که کردن که چرا خمینی میتونه این همه روشن فکر تحصیل کرده و صاحب تجربه تو کار سیاست نمیتونن. خب ابزار او مذهب بوده، ابزار اینا سیاسته، یعنی دو تا مقوله جداگونه است. مثل که شما یه نگاه بکنید توی تعمیرگاه، ببینید یک جوان جنده‌ای با لباس پاره، سن و سال کم، رفته داره مثلا یه ماشین موتوری یا ماشین رو تعمیر میکنه، به یه جراح بگید این قادر نیست توی دوچرخه رو تعمیر بکنه. اصلا تو دنیای مختلفه و این قیاس به نظرم قیاس محل فارغه. البته از یه جهاتی کاملا درسته، چون وقتی برمیگرده به کار تشکیلاتی، کار بسیج نیرو یا متقاعد کردن افکار عمومی، به اینکه راه من درسته، مثلا اگه قراری که ما دموکراسی رو تجهیز بکنیم، روی این بتونیم به طور استوار باقی بمونیم، بتونیم نیروها رو متقاعد بکنیم که جذب ما بشن، بتونیم جامعه رو توجیه بکنیم، از این بابت ما کم آوردیم. واقعیت اینه. حالا نمیگم تنبلی کردیم، تنبلی تاریخ، شاید گاه به نومیدی رسیدیم. تو تاریخ نومیدی معنا نداره همیاران، گاه اتفاقاتی در تاریخ میفته شگفت انگیزه، مثل زندگی که نمیشه به یک دقیقه بعد رو پیش بینی کرد، یک دقیقه بعد رو. بنابراین نومیدی در تاریخ اصلا بی‌معناست. هر آینه ممکنه اتفاقی بیفته که همه ما از سیرت دهانمون باز بمون. به هر حال توضیحات آقای دکتر برهام به نظرم بسیار شنیدنی، ممنون و سپاسگزارم. ولی من کماکان بر این باورم که مقابله و مقایسه این دو، خمینی و جامعه روشنفکر، جامعه مبارز، جامعه آزادی خواه، جامعه هوادار دموکراسی ما، از اساس غلط. دکتر؟ بله. ببینید یه چیزی، من همه یک موضوع اصلی رو که به نظر من موضوع اصلی نکته بیننده بود گرفتم، ولی کاملا از این لحاظ حرف شما درست است. یعنی ایران سال 57 یک ایرانی بود که 65% روستایی بود، یک ایران شدیداً مذهبی بود، مردم دین و ایمان داشتن. اینو در پرسش‌های قبلی هم گفتیم، در خونه‌شون رو نمی‌بستن، کسی به کسی نگاه چپ نمی‌کرد. ایران امروز اصلا ایران اونجوری دیگه نیست، ایرانی است که دین درش فرو پاشیده، یعنی اینو دختر آقای رفسنجانی هم حتی می‌دونه، ایرانی است که درش یک انقلاب جنسی صورت گرفته، یعنی روابط جنسی زن و مرد ایرانی به کل دگرگون شده
در نتیجه ایران امروز اصلا دیگه ایران اون موقع نیست. در نتیجه اون تیپ مقایسه نمیشه کرد. اون چیزی که به نظر من در پرسش این بیننده محترم قابل چیز بود، تأمل بود، این بود که مسئله رهبری بود به طور کلی. ولی بله کاملا درسته، درسته. مضافر این که این گروه از روشنفکران تیپ آقای دکتر پرهام و بقیه اینا میخوان بیان تاریخ رو بسازن. آقای خمینی اومد تاریخ رو تخریب کرد، میخواست بر خاکستر گذشته یک نظام مذهبی رو پدید بیاره، یه مدینه مذهبی، مدینه فاضله مذهبی که متاسفانه تبدیل شده به مدینه جاهله. مشکل اینه، ترکیب نخود و اقدس و لوبیا و گوش میشه آش، و ترکیب شیر رو نمیدونم شیرینی و از این قبیل میشه بستنی. اینا میخوان بستنی به آقای خمینی آش پخت برای ما. خیلی متفاوته. من چه اینگونه قیاس نکنم. خب درود بر شما با آقای دکتر پرهامی، بفرمایید. درود فراوان جناب میبودی. قربان شما، در خدمتتونم. خیلی وقت میخواستم این صحبت رو بزنم. آقای رامین پرام دفعه قبل گفتن که اینا قده چرکی هستن. من 100% باشون موافقم. ولی یه چیزی هست که این آقایی که از تهران تلفن میزنه، من باریکلین بهش نمیگم، میگم آخون. حالا تو رو خدا ول کنید، نه مهم نظرشه، بله مهم نظرش، مسئله نیست. فقط بهش میگم آقای خمینی وقتی آمدن به تهران و حکومت جدید تشکیل دادن، اون موقع در ایران ما چطوری داشتیم که در اون حوضی که ظرفاشون رو میشستن آفتابه رو میدادن، من به چشم خودم دیدم، ولی ظرفاشون رو میشستن. این کس رو اینا کسانی بودن که ما در ایران داشتیم. جناب میزودی این قدیم مغزشون رو شسته بودن با دین، با خرافات. تشکر میکنم. درود بر شما، بفرمایید. درود بر شما سقاخ. درود بر شما آقای میبودی. خوشحال شدم که نمیتونم صحبت کنم به خاطر اینه که هزاران هزار بار نتونستم بیام رو خط شما. درود میفرستم به آقای پرهام و سرکار، بی نهایت خوشحالم. اما میخواستم به آقای باریکبین بگم که من اصلا آرزو نمیکنم آقای خمینی بیاد. موقعی که اومدن ایشون تشریف فرما شدن، مملکت مثل هلوی پوسکندهی بود که داده شد دست ایشون. اگر دوباره زنده بشن هرگز نخواهند دیده اون هلوی پوسکنده رو. آقای باریکبین عزیز، بسیار خوشحالیم که شما مخالفیم، اما متاسف از این هستیم که هنوز در قرن آقای خمینی باقی موندی. آقای پرهام، سوال من بر اینه که راه نجات ما از شر روسیه در ایران در حال حاضر چه راهچایی رو برای ما نشون میدین؟ روزتون خوش، وقتتون بی نهایت شاد و خوب باشه به امید آزادی ایران. تشکر میکنم. دکتر پرهام، دو دقیقه وقت داریم در خدمت شما. چش، دو دقیقه وقت. باید خیلی نکات مهمه. در رابطه با روسیه فقط من اینو میتونم بانوی گرامی بگم، در سطح شناخت اندک خودم فقط میتونم ببینید. اتحاد شوروی در 1989 وقتی که هونکر رهبر آلمان شرقی بود، گورباچف به قدرت رسیده بود، چند سالی بود، به هونکر گورباچف میگه که دیگه رو ما حساب نکن، ما مشکلات خودمون رو داریم. این رو به هونکر گفت، یعنی رهبر مهمترین حزب کمونیست چیز در مهمترین کشور اروپا، یعنی آلمان شرقی اون بخش. و در 1990 همین گورباچف با یکی شدن دو آلمان و پیوستن آلمان به پیمان ناتو موافقت میکنه. البته 55 میلیارد دویچمارک اون موقع در ازای این قضیه میگیره از آلمان. ولی منظور من چیست؟ منظور من این است که ببینید، روسیه ای که کاترین بزرگ در قرن 18 خون آلمانی داشت، وقتی که ملکه خیلی بزرگ و ملکه بسیار خوبی هم بود، ملکه روسیه شد، در قرن 18 خون آلمانی داشت، هم خودش هم شوهرش پیتر سوم خون آلمانی داشتن. این اینقدر برنزن گرهارد شرودر به استخدام گازپروم در اومده.
اینقدر اینا از لحاظ تاریخی به هم نزدیک بودن، برای آلمان منافع خودش رو برای آلمان شرقی زیر پا نذاشت، برای یک کشوری مثل لهستان زیر پا نذاشت، برای آخوند شیعه جعفری در ایران زیر پا بذاره. یعنی این میره، اون این روزی که با غربی ها و سر مسئله لزقیه در سواحل شرقی مدیترانه و پایگاه های خودش و سر مسائل دیگر در اونجا به توافق برسه، ول میکنه پشت چیز رو. نکته دیگه این بود که در رابطه با پرسش قبلی که مطرح شده بود، فقط خیلی سریع میگم وقت باید کم باشه، الکساندر ادلر در فرانسه یه چهره خیلی شناخته شدنی است، خیلی شناخته شده هستش و روزنامه‌نگار، جستار نویس، تحلیلگر و و و و و از شوروی شناسان برجسته فرانسه هم بود. چندین بار در نظام جمهوری اسلامی به ایران دعوت شده، به مجمع پژوهش‌های تشخیص مسئله هست، نوشته این رو، هیچ چیزی هم نداره و همیشه هم در نوشتاش گفته، الان دیگه بازنشسته است چند سالی، که من در ایران به نزدیکترین خانواده سیاسی من خانواده مصدقی ها و ملی مذهبی ها هستند، برای همینم هم به مجمع تشخیص راش میدن و فلان. ادلر در یکی از نوشته‌هاش یک نکته بسیار خوبی رو گفته بود و اون این بود، این همونو دارم براتون جز میکنم. ببینید، در ذهن اروپایی که از سالهای از 30 ساله بعد از جنگ، که 30 ساله شکوفایی بود و تورم وجود نداشت و بیکاری وجود نداشت و سالهای راکن رول و خوشی و کار و آزادی جنسی و و و و بود، این سالها در 1971-1973 به پایان میرسه. با چی؟ با اولین، با اون چیزی که بهش میگیم اولین شوک نفتی. ادلر میگه ما در اون زمان در اروپا، وقتی که در اروپا و آمریکا این صفهای طویل اتومبیل جلوی پمپ بنزینا شکل گرفت و بیکاری اومد و تورم اومد و فلان، همه این رو ما که از اون 30 ساله شکوفایی اومده بودیم بیرون و رفته بودیم تو کارهای رسانه‌ای و فرهنگی و هنری، همه ما اینو گذ... نسل من، نسل الکساندر ادلر سالهای 70 اینو نوشتیم به پای یک نفر، محمد رضا پهلوی. تشکر. تشکر میکنم. گفتگو رو دنبال میکنیم با آقای دکتر رامین فرهام عزیز. دکتر رامین تشکر. امین شهرتی عزیزم سپاسگزارم.